بنت رمضان علی با داشتن اوسط نمرات 99.3 با ارتقای صنف به درجه الف. کجا هستی؟ تشریف فرماش زهره کن زایده. محترم مهران نام پدر علیرضا با داشتن اوسط نمرات 99.1 به درجه الف با ارتقای سین همچنان تشویق شد. همچنان محترم نوروز علی ولد محمد ابراهیم با اخذ نمرات اوسط نمرات 97 به گروه الف موفق است تشویق شد. خواهر گرامی ما کاملا بنت محمد ابراهیم با اخذ اوسط نمرات 97.5 با ارتقای صنف به درجه الف. محترم عصمت الله ولد محمد ابراهیم با اخذ اوسط نمرات 95.3 به درجه الف با ارتقای صنف. عصمت الله بعد خب. همچنان محترم سهراب ولد عبدالعلی با اخذ اوسط نمرات 92.4 با درجه الف با ارتقای صنف. ماشاءالله موفق باشد. محترم علیداد فرزند محمد علی با اخذ اوسط نمرات 93.3 با ارتقای صنف و همچنان با درجه الف. درجه ب. کریشتا خبر نشده دک جایا؟ خو یک نفر از فامیل چکاتمن است. زینو دا جای کریشتا. زلیخای صفدر علی اوسط نمرات 85.25 ارتقای سن در درجه ب. سایر صفدر علی اوسط نمرات 88.25 ارتقای سن در درجه ب. یالی پنج نفر دیگه در گروه علیف هم معلوم یک دامایش بلندترین نمره را گرفتن. فاطمه عبدالعلی اوسط نمرات 98.16 ارتقای سن در درجه علیف. تشویق کرد. شاگول نادر حسین اوسط نمرات 96.08 ارتقای سن در درجه الف. عارفه احمد علی اوسط نمرات 95.58 ارتقای سن در درجه الف. اوسط نمرات 98.7 ارتقای صنف در درجه الف. تشویق کن. محمد علی محمد جمعه اوسط نمرات 98.1 ارتقای صنف در درجه الف. تشویق. فاطمه محمدیسا اوسط نمرات 94.7 ارتقای صنف در درجه الف. نسیمه قمبرعلی
اوسط نمرات 93.6 ارتقای صنف در درجه الف تشمیل. در صنف اول شاگرد نبوده که او در گروهی به قرار بگیره، صنف اول بازم تشویق کرد. جیمو داروخه شاگردای عزیز، شما همین لایحه درجه بندی جدید را چرا وزارت معارف برای شاگردان در نظر گرفته؟ به خاطری که قبلا ادارات مکاتب و معلمین تشویق‌های بسیار بی‌رویه با همراهی بعضی از شاگردان داشتن، بنابراین اداره مکتب هیچ گونه تشویقی اولیشون در نظر نداره و اداره مکتب همیشه در کنار شما، معلمین همیشه در کنار شما و هست. انشالله او قلم و او کتابچه